خب بریم برای ریاکشن بوکسر آیان گارسیا با دیوید هینی. خب آیان گارسیا رو مشاهده میکنید مثل همیشه آماده در مقابل دیوید هینی که باخت نداده تا به حال. 12 راند در پیش داریم، مبارزه همین لحظه آغاز شد. راند 1 خب گارسیا شورت سفید، هینی شورت توسی. راند 1 از 12 راند، جفتشون گارد ارتودکس وایسادن. رایان گارسیا داره دنبال میکنه دیوید رو، بادی شات میخواد بزنه که قشنگ فاصله شو حفظ میکنه رایان گارسیا. رایان گارسیا چند تا حمله خوب، یه دونه لفوکه عالی، چه لفوکی میزنه، می اول میره که تموم بکنه کار رو، میره که تموم بکنه کار رو. عجب کلینچی، چه کلینچی هست، هینی کلینچه نجاتش داده. بعد سری بیاد حمله کنه، علمی دست چپش نشون میده پشت سر هم آپرکات اوورهند، شاخالیای خوبی میده. هینی تا بال باخ نداشته، عجیبه. اوه رایان گارسیا مثل چسب چسبیده به هینی، ولش نمیکنه. راند 1 اومده که کارو ببنده، یه دونه پشت سر زد. خیلی خوب راند اول شروع کرد طوفانی. همه دارن تشویق میکنن گارسیا رو. همه دارن میسنجن. گارسیا اومد که تموم کنه راند اول، یه ضربه خیلی خفنی لفو که عجیب غریب زد. حالا صحنه هسته شو ببینم چی بود. چند تا جاب داره بهش میزنه اینی، به حالت اولش اینی برگشت، یه ریست فکتوری شد. دو سه تا بادی شات، حالا داره هینی رو به جلو میاد. چه طوفانی شروع کرد ولی گارسیا، چند تا جب خوب داره میزنه هینی. 20 ثانیه تا پایین راند 1، جب جب جب، بادی شات دفاع میکنه و حالا کلینچ. خب میریم برای 10 ثانیه آخر، ببینیم دوباره حمله میکنه کسی. یه لفو که دیگه اومد گارسیا، همون جوری که زد بهشو بزنه. رانده یک دادیم به گارسیا، بله با اون ضربه ای که زد. خب دوستان تبلیغ پپسی رو مشاهده میکنید. با پپسی مکس نیمی از شبانه روز را با انرژی بسیار بالاتر سر کنید. با کافئین دو برابر میتوانید مهمانی ها و تمامی مراسم خود را شاد کنید و رژیمی جشن بگیرید. خب میدیم برای راند دوم. صحنه نگاه میکنید، جب دورش نشون میداد، اینجا لفوکو زیبا میزنه، زیبا میزنه. آقا خداییش خیلی قشنگ زد، جب جب بوم. وای 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 وای، که اگر این دومی لفوکش خورده بود تموم بود کار. راند 2 جفتشون حمله ای آغاز کردن راند 2 رو.
میگه پشت سر ضربه نزنین، داور میگه پشت سر ضربه نزنین، دوبارم گفت، ما هم دوبار گفتیم. یه یک دو عالی از عینی. میدونی که تنها باخت رایان گارسیا به جوانت دیویس بوده و دیوید هینی هم که تا بال باخت نداشته. چه جبای عالی میزنه اینی. گارسیا 9 تا ضربه رو خوابونده به صورت 20 خورده ای که زده و هینی هیچی به جز جواش. سرعت خیلی بالایی هم داره هینی، سر میره پایین و میره کلینچ. جفتشون سرعتشون خیلی بالاست. ببینیم بچه خوشگل بوکس میتونه ببره یا هینی. یک دوی خیلی قشنگ میزنه هینی، از لای گارد هم ضربه یه دونه به صورت، یه دونه به شکم گارسیا میزنه. خوب کار کرده اینی فعلا. تو رانده اول باخت، رانده دوم و یک دقیقه اولشی که فعلا برده به نظرم. بادی شات های خوب میزنه با دست جلوش، اما دارم میسنجن. یعنی خیلی داره نشون میده میاد پایین پایین. اومد یه دونه دیگه از اون لفوکا بزنه گارسیا که موفق نشد. یعنی چون میدونه رانده یک و باخته دو، داره جلوتر کار میکنه. آپرکات ریز از گارسیا و کلینچ های چسبناک گارسیا که میره بالای گردن و فشار میاره به پایین. دستانی آخر. واه ببین این لفوکاشو دقیقا دستانی آخر این لفتاشو میزنه. عجب لفوکای نیشداری میزنه. راند دو هم به اتمام رسید. ببین باز تبلیغی هست ما انجام بدیم. اوکی تبلیغ چی این دفعه؟ با دویدن تمامی زندگی خود را تغییر دهید. کفش های ساکونی، با کفش های ساکونی میتوانید زیر شن هم بدوید. موبایل یادت نره، انرژی هم کم مصرف میکنه. اینساید اوت، از زیر خاک یک جای دیگه خارج میشه. من نمیدونم تبلیغ چی شد. با اسکیت های ترتلز پرواز کنید و پرواز را تجربه کنید و همینطوری پول در بیارید. زیرو سلامتی و کار. بریم برای رانده سوم. این یک توهاشه. اوف میسوزه، درد میکنه. چه لفو. یک دوهاشو خیلی قشنگ میزنه. در برگشت هم گارسیا لفو که عالی میزنه. جمعیت رو نگاه میکنه. این برای راند سوم. گارسیا رو به جلو. واه یه اوورهند زیبا گارسیا. بسیار زیبا یک دو میزنه بچه ها. بسیار زیبا. واه تا سر شوال پایین یا آپرکات. باز اوورهند اومد نزدیک بود پشت سر ضربه بزنه که کلینچ کرد. گارسیا باز رو به جلوتره. تو کلینچ هم چند تا ضربه به هم میزنن. یه لفوک میزنه که رد میشه. کجا هم رد شد. واه یه دونه لفوک زیبا از هینی. خوب برگشت استاد به اون ضربه‌ای که خورد. موقع کلینچ دو تا ضربه محکم میزنه به گارسیا. داور بیشترین نقشو داره تو جدا کردن.
تذکر میده به گارسیا. بعد از اینکه کلینچ کرد داور داره جدا میکنه ضربه زد. میبینی این شگرد عینیه، به محض اینکه کلینچ میکنه ضربه رو میزنه. باریکلا شد جبای وحشتناکی میزنه عینی. یه دونه لفوکه دیگه، دو سه تا ضربه از گارسیا که به آسمون میخوره. بوکس زیبایی رو داریم میبینیم، جفتشون سرعتی هست. چقدر زیبا دست و وا میکنه، یه لفوک محکم و به همون سبکی که زد به گارسیا این بار عینی میزنه. گارسیا هم یه نگاه بهش میکنه که انگار چی نشد، یه اوورهند پدر مادر دارم میزنه. عینی خوب داره کار میکنه. باز دوباره یه لفوک دیگه. واقعا یه حمله ای شد، عینی بهتر شد تو این دقایق. میریم برای 20 ثانیه آخر. تا ثانیه های دیگه صدای تق 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 رو خواهید شنید که میریم برای 10 ثانیه آخر. اینجوریه که عمر زود میگذره. خیلی رانده رقابتی بود با این دوتا فایتر. بریم یه تبلیغ دیگه. پیشنهادهای تبلیغاتیتون هم بدیم و ما احتمالا بتونیم براتون وایس اوور کنیم. خب راند سوم هم به اتمام رسید. کاتمن و کمک مربی و مربی های عینی رو میبینیم. دوتا کمک، یه کاتمن و یه مربی. صحنه های سر رو با هم میبینید. اینجا جاب برگشتش یه ضربه به صورت که سری کلینچ میکنه. تو کلینچ هم ضربه های خوبی میزد. این لفوک زیباست، دست و واکت به سبک روی جونز جونیور ضربه رو زد. زیبا. میتونیم راند سه رو بدیم به اینی. میریم برای راند چهار. تا میخواست بیا جلو ضربه بزنه کلینچش کرد، با دست چپ نگرش داشت و با دست راست ضربه رو زد گارسیا. بادی شات کامبینیشنش به سر. درگیریشون خیلی سرعت بالاست، جفتشون سرعتی هن. هم به شکم ضربه میزنن هم به بدن. حالا کلینچ سر و گردن و از آن خود میکنه گارسیا. باز لفوک عالی از گارسیا. یعنی دفاعشو به سبک فلوید میویدر میخواد بکنه. گارسیا گفته که میخواد تو MMA هم بیاد. حالا براتون توضیح میدم اونو یه برنامه. چه جبای عالی میزنه. این نشون میده که گارسیا فقط داره به دست عقب عینی نگاه میکنه و اصلا به جباش کار نداره، چون خیلی جبا رو خورده. لفوک عالی با دست جلو، بسیار عالی. همه رو میبینید با لف میزنه با دست چپش. قدرت بدنیش بالاتر از گارسیاست، گارسیا سرعتش بیشتره. داور داره به جفتشون تذکر میده که هم دیگر رو کلینچ نکنه. بریم اینجوری کلینچ نکنه، نگه دارین. میخواد بیاد داخل ضربه بزنه اینی. بله اصلا سرشی که میره پایین مشخصه میخواد ضربه تو محکم بزنه. گارسیا هم همون لحظه میاد که کلینچش کنه. یک دو عالی از گارسیا. سرعت گارسیا رو ببینید. خب راین گارسیا تا بعد بدونین که بچه تو این مبارزه سر خودش هم شرط بندی کرده و اگه ببره این مبارزه رو ده دوازده میلیون دلار برده. اگه به بازم بد باخته. بادی شات یا
یه بادی شات دیگه. یه ذره آروم‌تر شد مبارزه. رو به جلو داره میاد اینی. اوه این لفوکاش چقدر به موقع و وحشتناک میزنه، اگه بخوره خیلی خطرناکه. همونی که راند یک زد و انداخت اینی رو. چپ راست داره میره، رقص و پای خوب از گارسیا، جو عوض کردناش و اینی که داره دنبالش میکنه گوشه رینگ ببینید پیداش میکنه. با یه ترس و لرزی نزدیک میشه به گارسیا به خاطر اون هوکای وحشتناکش. 10 ثانیه آخر ببینیم باز میزنه اون لفوکا رو. یه نشون داد گارسیا لفوکا رو، منتظره که حریف بیاد جلو کانتر پانچ بزنه، در برگشتش بزنه که راند 4 هم به اتمام میرسه. میریم برای راند 5 اگر کارگردان برنامه تبلیغ دیگه ای نذاره که ما انجام بدیم، نفوذیه که ما در داوری نداریم. مبارزات قبلی گارسیا رو داریم میبینیم. 2 دسامبر 2023 که ببینید چقدر قشنگ حریفش رو ضربه میزد بهش. فقط از دیویس باخت. واقعا دیویس، جوانت دیویس یا تانک خیلی خفنه. اگر رایان گارسیا این مبارزه رو ببازه خیلی بد میشه براش، میشه 2 باخت. ولی اگه ببره میتونه تو اوج برگرده. در این حال اینی هم اگه ببازه خیلی بد میشه براش، چون بدون باخت بودنش تموم میشه. اگه ببره اون دمه بزرگی رو برده. این لفوکاشه که این دفعه قشنگ با دفاع با دفاع میبنده. من احساس میکنم به پشت سر ضربه میزنه رایان گارسیا. خب یه چیز جالب بهتون بگم، راند 1 رو فقط گارسیا گرفته، 2، 3، و 4 رو هینی گرفته. درست هم هست، هینی داره بهتر کار میکنه به جز رانده یک ترکوندش. واه باز دوباره یه اوورهند عالی به صورت گارسیا با چپ راست. میخواد فرار کنه از این مخمسه رایان گارسیا، باز یه اوورهند دیگه میزنه، اینی که دفاع میکنه گارسیا. هینی داره بهتر کار میکنه فعلا. گارسیا باید مدلش رو عوض کنه، دنبال راه نفوذی میگرده. گارسیا بسیار خطرناک و سرعتیه. چپ راست داره میکنه هینی بادی شات، باز چرخش های گارسیا. نزدیک گارسیا داره میشه گوشه رینگ. ببین از چپشو نشون میده، چپشو نشون میده، بیادو زدم. از چپش اینه مار میمونه. تماشاگره دارن هو میکنن که یه 1-2 عالی میزنه، چند تا هم به شکمش ضربه میزنه تو کلینچ. داوره میگه ولش کن ولش کن. هینی خیلی قشنگ 1-2 باز میزنه به گارسیا. گارسیا کلینچش میکنه، تو کلینچ هم یه آپرکات محکم میزنه به هینی. واه یه دونه دیگه لفوک. هینی باز داره خوب کار میکنه. ده ثانیه آخر راند 5. تمام. هینی داره بهتر کار میکنه تو این راندا. خب
بچه ها 18 می هم تایسون فیوری در مقابل اوسیک قراره با هم مبارزه کنن که اون فایت رو بسیار خفن تحلیل خواهیم کرد. در عربستان سعودی برگزار خواهد شد اون مبارزه. اینم عمومایی که خودمون عمومایک دوست داریم، ایوندر هالیفیلد، کسی که عمومایک گوششو کند و بعد سالا بهش تحویل داد. برنارد هاپکینز بزرگ، یکی از خفن‌ترین میدل وایت های تاریخ، و روی جونز جونیور، یکی از سرعتی ترین و خفن ترین ها، که اون رو هم امو مایک تو سن پیری با معرکه گیری بردش. بریم راند ششم آغاز میشه. چقدر گارسیا حمله ای راند شیشه شروع کرد، پشت سر هم شروع میکنه ضربه زدم و فکر کردم اولشه، بعد دیدم نه بابا دوربین مخفی نیست، واقعی داره ضرباتو میزنه. پشت سر هم طوفانی شروع کرد رایان گارسیا، فهمیده که عقبه. داور بهش میگه ببین عزیزم لطفا اینجوری کلینچ نکن. دفاع رو جمع و جور میکنه، لاک پشت میره تو لاکش گارسیا، یه اوورهند دیگه از هینی. واه چقدر زیبا اومده اینه لفو که پرشی عالی بزنه که راین گارسیا جا خالی میده و دستش میره توه رینگ. دست چپ رو نشون میده که دیدش رو بگیره ضربه بزنه که همونو هینی میاد جلو و کلینچ میکنن. اما باز جب زیبا از هینی. اوه دو سه تا ضربه محکم میزنه به پهلوی گارسیا به سبک کانلو آلوارز. آپرکات از گارسیا، خدایا یه روزی برسه این قانون کلینچ رو بردارن تو بوکس، هر کی کلینچ کنه و من نمیدونم بوکس شده فقط کلینچ. ویل کنه اما دیگه، مگه لاو استوریه؟ میدونی یه تیری که دیگه اصلا شده خودش یه استراتژی عجیب تو بوکس. بوکس کلاسیک که هم دیگر اصلا کلینچ نمی کردن. و ما یه برنامه خفن، چندین تا برنامه خفن در مورد بوکس کلاسیک داریم که خب خیلی معروف اون برنامه مون، میتونید برید استفاده کنید از اون برنامه. کافیه در یوتیوب بزنید تاریخ بوکس. رقص پا رو ببین راین گارسیا، چپ راست چپ راست، از این سر به اون سر، از این سو به اون سو، تماشاگرها دارن رو میکنن. بادی شات گوشه رینگ، 10 ثانیه آخر راند ششم، ببینیم از اون لفوکا میزنه راین گارسیا نه. وای وای سرعت عجیبی داره راین گارسیا، و بزرگانی که دارن این بوکس رو میبینن جلو اینا بوکس کردن کار آسونی نیست. راند ششم تموم شد، نصف راند رفت. صحنه هسته رو با هم میبینیم. جب اینجا بود که گفتم شروع کرد به ضربه زدن، کامبینیشن ها پشت سر هم خوب شروع کرد ضربه زدن. به نظرم باید همین جوری مبارزه کنه راین گارسیا اگه میخواد ببره. اینی میبینیم که میخنده بهش. دفاع ببینید به سبک فلوی میویدر و ضرباتی که بهتون گفتم به پهلو میزنه. بریم برای رانده هفتم، راندی که خیلی از بزرگان دنیا رو انداخته.
مدلی که اینا دارن فایت میکنن باید بدونم کسی بیفته تو اینا. بر روی دست رایان گارسیا ضربه رو میزنه. لفت تو شالی و دفاع. بازم دفاع. صدا دستکش اصلا میاد. طلاب. و کلینچ. واه باز دفاع. چه ضربه هایی. گارسیا شروع کرده حمله کردن. نقطه‌ای داره ضربه میزنه. لفوک محکم بازم جیجش که یه ناکداونی داد. راند هفتم چه ناکداونی میده. چه روند رو بر میگردونه. چه امتیازی میگیره رایان گارسیا. روند بازی رو چه کرد. اوه اصلا دل تو دلش نیست شروع کنه. داورم میگه برو عقب دوباره. حالا مبارزه ببینیم باز دوباره چیکار میکنه. کلینچ محکم بسته آپرکات محکم. چند تا ضربه بزنه تموم کنه کارو. برو بزن دیگه تموم کن کار ما رو. یه دونه پشت سرش هم میزنه کلینچ. داور به زور دیگه میخواد جداشون کنه. یکی داور رو بگیره. اوه تو جدا کردن ضربه زد و خطا. و خطا. این حرکت خطاست. محکم هم زد. داور میارتش. یه پوینت منفی به گارسیا میده. میارتش و پوینت منفی رو میده. جلو قاضیا با مبارزه آغاز میشه. اشتباه کرد چون گیج بود میتونست بزنتش همون موقع. چه کاری بود کرد. همون باعث استراحتش شد. استراحت تعریفش. یه لفو که دیگه اومد بزنه که رد شد برای زیرگیری اقدام کرد. این دیگه ناکداونی نیست چون تعادلش به هم خورده. نه ناکداونی نیست. گارسیا هم دیوونه است. جو میده میگه ناکداونی نبود. یه لفو که دیگه بره که کارو تمام کنه. پشت سر هم ضربات پای به پشت سر آپرکات هوک چپ هوک راست کامبینیشن های مختلف برای زیرگیری واقعا اقدام میکنه. یه خمو میگیره. داور قبول نمیکنه. ناکداونی نیست. تعادلش میگه به هم خورده. کار داور چقدر سخته. این مبارزه چقدر سخته داوریش. هینی کاملا تو لاک دفاعی رانده هفت ترکونده گارسیا. گارسیا رفته واسه ناکاوت کردن. هینی هم گیجه. واه باز ضربه رو میزنه جدا میکنه. نمیذاره که کلینچ کنه. بارنج نگهش میداره و ضربه رو میزنه. یه لفو که دیگه سرشو میاره پایین. بعد بتونه آپرکات زیاد بزنه اینجا گارسیا. چون خیلی سرش رو پایین میاره هینی. یه آپرکات دیگه. ببینید آپر فقط بعد آپر بزنه اینجا. ثانیه‌ای نمونده تا پایین رانده هفتم. گارسیا با دست پایین داره فایت میکنه. دست کاملا پایین. رانده هفتم تموم میشه. عجب راندی بود. ترکون گارسیا. کلی امتیاز بیشتر گرفت. به خاطر اینکه ناکداونی کرد. ناکداونی امتیاز خیلی بالایی داره. در این حال پوینت منفی هم گرفت به خاطر اون حرکتی که انجام داد. خیلی داوری مبارزه تا اینجا سخته. خیلی سخته. قضاوتش یعنی. صحنه سر ببینیم. جوونشون داد. لفوک که پدر مادر داد. این همون جوری که رانده یک زد این بار ناکداونش میکنه. داورم میره برای شمردن که پا میشه. اینجا ببینید داور داره جدا میکنه. کلینچو داره جدا میکنه. اینجا یه دونه ضربه میزنه و داور بهش اخطار میده و پوینت منفی میده چون داور گرفتتش. نمیتونی همچین کاری رو انجام بدی. میریم برای راند هشتم. آپرکات از گارسیا. گارسیا باز رو به جلو. میدونه چون چند تا ضربه زده به حریف. حریفو گیج کرده. میاد که تموم بکنه. ببین میتونه تموم کنه. او چه چبو گرواری کلا. اینجا میره آپرکات بزنه. هینی فوق تخصص زیرگیری داره. خب هینی همچنان امتیازاتش بالاتره. رانده هفت و نو هشت دادن امتیاز دارو. ولی خب ناکداونی امتیاز خیلی بالایی داره با توجه به اینکه خب پوینت منفی رو حساب بکنید اینجا. ولی اون اعتماد به نفس عجیب غریبی که
هینی داشت دیگه نمیبینیم توش، بیشتر تو رایان گارسیا میبینیم الان. داور شده مسئول جدا کردن کلینچ. داور به زور کلینچ جدا میکنه. حالا هینی داره رو به جلو میاد، گارسیا میخواد فرار کنه، اوورهند میخواد بزنه، موفق نمیشه. خیلی مبارزه نزدیکه. با دست چپش فاصله رو حفظ میکنه راین گارسیا، میره عقب و کلینچ. ها نزدیک میشن و کلینچ. شروع مبارزشون بعد کلینچ خیلی مهمه، چون یه ضربه اینا به هم بزنن سری کلینچ میشه. یه ضربه محکم مساوی با کلینچ. چپو نشون میده، حالا اوورهند عینی خوب کار کرد اینجا، چقدر قشنگ فاصلش در رفت. میریم برای 10 ثانیه آخر، یا اوورهند دیگه از هینی دفاع میکنه گارسیا. اینم راند نزدیکی بود برای جفتشون. خیلی رو آپرکات نظر دارن مربیاشم، جب جب آپرکات. به این چپ راست رفتناش جمعیت پر فول. Yes, jab is the key. And here we go. آقا بریم راند 9. یه یک دو از هینی، اما اول مبارزه تا میخواد حمله کنه هینی چپه راین گارسیا رو میبینید چجوری نشونش میده، دو تا سه تا ضربه به کمر. چه جبایی میزنه هینی. واه باز دوباره لفوک زیبا و گردنگیری از راین گارسیا. خیلی قشنگ میاد داخل و ضربه میزنه به شکم گارسیا. گارسیا هم با اعتماد به نفس بالا دفاع میکنه و کلینچش میکنه. هینی داره حمله تر کار میکنه، راین گارسیا میخواد در برگشت ضربه بزنه. آره دیگه، داوری داره اختار میده و اینو خفش نکن، کله رو میاری پایین گردنش رو میگیری، این دستش رو نباید گفت بکنه. به محض اینکه میخواد یک تو رو بزنه میگیرتش.
39% گارسیا ضربات محکم زده، 32% اینی. ولی تعداد ضربای گارسیا بیشتر بوده. خیلی قشنگ میاد داخل ضربه میزنه لفوک، ولی خوب دفاع میکنه گارسیا. جبا، ولی جبای هینی موفق تر بوده. این آپرکات ها رو بهتون گفتم، این آپرکاتش رو قشنگ بازه میتونه بزنه. چقدر هم قشنگ زد اینجا گارسیا، چقدر به این ناحیه پهلوش ضربه میزنه. و حالا عصبانی میشه، گارسیا هم در برگشت ضربه میزنه. پهلو باز بود، چند تا ضربه زد، حالا گارسیا شروع کرد حمله. اینجوری گارسیا عالیه. و کلینچ. باز به همون ناحیه پهلو و تمام. الکی رفتیم برای راند 10 در شهر نیویورک، یکی از گرونترین شهرهای تاریخ بشریت مبارزه داره برگزار میشه. سرنوشت رو ببینید. برام سواله که این ضربه مجازه در بوکس یا نه. الان تو بعضی از سازمان ها شما نمیتونی به ستون فقرات ضربه بزنی. در یو اف سی مثلا ممنوعه ضربه به ستون فقرات، سر و گردن ستون فقرات. خب یخ توی گوشه مونده، بعد داور بزنه بره کنار. مبارزه آغاز میشه، راند دهم. داور کلینچ زودا میاد وسط. خب 83-86 فعلا عینی جلوه. بعد گارسیا با آتیش بزنه. لفوک باری کلا این پشت سر هم رگیباری نقطه‌ای داره، ضربه میزنه به سر و صورت و یه ناک داونی دیگه راند دهم. یه ناک داونی دیگه راند دهم. عجب نیشی داره این گارسیا. وای 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 میسوزه، درد میکنه، حال میده. با اینکه هینی امتیازا رو جلو بود، تا داشتیم میگفتیم جلو چه کرد، پشت هم داره ضربه میزنه، میخواد ناک اوت بکنه. هینی سلطان چسبیدنه، میچسبه باز نمیشه. کلینچ صفر. داوره میگه ولش کن ولش کن، اجازه بده بره. کارو جمع کرده تا الان راین گارسیا با این کاری که پشتشو میکنه حریف و یو برمیگره ضربه میزنه. داور کلینچ زودا جبای عالی میزنه. اینی اصلا در مجموع اینی بهتر داره بوکس میکنه، ولی گارسیا اون لحظه‌ای که باید مشتو بزنه حریفو بندازه میندازه. و اینکه برای همین اگه دقت کنید عینی امتیازی جلوتره، ولی با توجه به این ضرباتی که زده گارسیا و دو بار ناک داونی داده، میتونه تا الان برنده مبارزه باشه. یه دونه لفوک دیگه همین الان داشتیم میگفتیم محکم میزنه و در ادامه میره ضربات پایپه به سر صورت عینی. ببینیم میتونه تموم بکنه کارو یا نه. چه کلینچای میکنه عینی، نباید از کلینچش بتونه رد شه. کلینچش باز نمیشه. آپرکات باید محکم بتونه بزنه که اومد دقیقا همون موقع هم زد ولی نخورد. عجب بوکسی شده تو این ثانیا. گارسیا با دست پایین میاد جلو، باز به سر و صورت هینی شروع میکنه ضربه زدن. هینی در برگشت میخواد لفوک بزنه که دفاع میکنه.
یه مدل دفاع عجیب غریب میکنه گارسیا، اونم دقیقا ضربه رو میزنه همون لحظه به پهلو. همه وایستاده دارن دنبال میکنن مبارزه رو. راند ده هم اتمام میرسیم، میریم برای 11 شاید هم 12 بعدش. بریم صحنه رو سر ببینیم. جاب جاب بوم لفوک رایت اپرکات لفتو که دفاع کرد. اینجا ضربه رو خوابون چند تا محکم، بله یک دو عالی به سر و صورت هینی میزنه. این ضربه بسیار قشنگ زد و در برگشت هم یه دونه لفوک دیگه زد که باعث شد ناکداون شه. نگاه کنید چقدر قشنگ فاصله رو حفظ میکنه، ضربه رو میزنه، یه دونه دیگه ناکداونی اینجا میده، راست رو نشون میده، آپرکات عالی. واقعا عینی عجیبه که نمیفته. راند 11 حد اکثر کمتر از 6 دقیقه مونده کل مبارزه تموم شه. حد اکثر این با جاب نی فاصله شو حفظ میکنه و ضرباتش رو میزنه. گارسیا، گارسیا داره بهتر کار میکنه الان با اعتماد به نفس بالاتر، ناکداونی هم نداده، فقط ناکداون کرده به همون نقطه پهلوی که ضربه زد، چند تا ضربه دیگه میزنه و کلینچ. اعتماد به نفس پایین تری داره فعلا اینی. چقدر قشنگ نقطه‌ای ضربه میزنه گارسیا، یه لفوک زیبا رو باز نقطه‌ای میزنه و چقدر عجیب غریب هینی کلینچ میکنه موقع گیج شدن و کلینچ خوب. می‌بینی؟ داور خیلی با اصرار میگه با بذار بره. یه دونه رایت پانچ دیگه از گارسیا، میبینی یه ضربه محکم میزنن کلینچ. بازم یه یک دو زیبا، گارسیا خیلی داره خوب کار میکنه تا الان. واه باز دوباره قشنگ اون لفوکو میزنه و یه ناکداونی دیگه، کارو بست، کارو تا الان بسته، کارو تا الان بسته، خودش رفته اون بالا وایستاده هستن. البته اینو باید بدونیم یه پوینت منفی داره گارسیا. یه دونه دیگه لفوک اومد بزنه موفق نشد، اوه رفت پرتش کنه بیرون رینگ. واقعا بسیار عجیب غریب اینی که تا به حال نباخته اینجوری داره ضربه میخوره. سر و گردن از آن خود میکنه و تماشاگرها که همه دارن تشویق میکنن. یه دونه اوورهند دیگه اومد بزنه موفق نشد، در برگش آپرکات پشت هم داره آپرکات میزنه گارسیا، ولی کلینچ خیلی محکمی داره هینی. میریم برای راند آخر پس. بله راند آخر بریم صحنه ناکداونی رو ببینیم. آخرین ضربه‌ای که خورد یه لفوک بود. یخ داشتم میذاشتم پشت گردن و سرش، مربیش گفت نمیخواد بذاری. بح اینجا دقیقا لفوکو زد. عکاس دست چپ سامان ویلسون بود. بذارین عقب ببینین
بکنم سامان ویلسون بود یه ذره توپول شده با چقدر قشنگ لفوکو میزنه و تموم میکنه کارو. بریم برای راند آخر. توفانی این راند مشخص میکنه کی برنده است. جفتشون باید حمله کنن چون پوینت منفی داره گارسیا. یک دونه فقط بالاتر گارسیا، یه دونه پوینت. یعنی اگه اینجا هینی خودش خوب نشون بده برنده مبارزه میشه. این راند راند تعیین کننده ایه. گارسیا داره خوب حمله میکنه اتفاقا. گارسیا اومده برای زدن، هینی میخواد کلینچ کنه. بله، یه بادی شات محکم اومد بزنه که دفاع کرد و پشت سر ضربه. داورم فهمیدش گفت بله. پینیکل آف باکسینگ، برو ببینیم چه خبره. رایان گارسیا رو چقدر تشویق میکنن، ایستاده دارن دنبال میکنن مبارزه رو. باید ببینیم که هینی کمربندش رو میبازه یا نه. بله، الان دارن کامنتیتران میگن که ندیدن هینی براخره ببازه و این کمربندش رو از دست بده. دفاع بسیار جالبه رایان گارسیا. چسب آپرکاتی که رد میشه، اوورهند هم میزنه به گارسیا. گارسیا هم در برگشت ضربه میزنه. جفتشون دارن خوب ضربه میزنن. اینجا مشخص میشه برنده. هینی باید بتونه به آواتیش بزنه. خیلی خوب داره کار میکنه گارسیا. گارسیا بیشتر داره حمله میکنه، هینی داره کلینچو میگیره. گارسیا تا اومد سرش نشون بده این جب وزد. جباش عالیه اینی، به نظرم جباش رو بسیار خوب میزنه، حرفی درش نیست اصلا. داره اصلا گارسیا رو به عقب میره چون میدونه برنده است. یه امتیازم جلوتر بود، الانم بهتر کار کرده. 20 ثانیه بیشتر نمونده، هینی بعد حمله کنه. گارسیا هم دست پایین، اعتماد به نفس بالا با رقص. چقدر زیبا بندری داره میزنه گارسیا، بندری میزنه. بعد هینی بتونه حمله کنه، بندری رو داره میزنه، میدونه برنده است. یه دوتا بندری دیگه و جب. چند ثانیه آخره زبون درازی هم میکنه هینی، بعد بزنه و تموم میشه مبارزه. بلا فاصله برمیگره به اون ور. نفرت دارن اصلا مثل که اوه. گارسیا با عنوان پیروز خودش رفت پیشواز. ببینید واقعا خب گارسیا برنده است، ولی خب اون یه پوینت منفی واسه من ذره عجیبه. اون یه پوینت منفی که داور بهش داد خیلی سریع رد شدیم ازش. اون پوینت منفی بدجوریه برای دیسیژن. این صحنه ها خب معلومه، 3 تا 4 تا صحنه عالی داشت گارسیا که محکم زد و گیج کرد حریفشو. اگر اون یه دونه ضربه نبود که غیر قانونی زد گارسیا، من میگفتم الان با رأی متحد، ولی الان فکر میکنم که رأی متحد بهش ندن به خاطر اون حرکتش. اینجا هم که یه ذره نیمچه آرنج زد فکر کنم. ببینیم کی برنده میشه. majority decision گارسیا. واه بچه ها بهتون گفتم، دیدین unanimous decision نشد، major decision شد. اون قاضی که بالاتر داده و یه قاضی مساوی داده بود و خیلی جالب بود که رسید به
اون پوینت بالاتر و پوینت بالاتر رو میجر دیسیژن رو درشتر و گارسیا داشت اینجا میان همو بغل میکنن و عجب مبارزه‌ای بود، عجب مبارزه‌ای بود. اینم یه ریاکشن و یه نیمچه گزارش فان. نظرتون رو در مورد این برنامه برام بنویسید اگه دوست داشتین آنالیزش هم ببینید. مرسی، خدا نگهدار.